خب مراسم رونمایی از آخرین دستاوردهای تحقیقاتی دانشمندان هسته‌ای کشورمان و سوختگذاری راکتور تحقیقاتی با حضور فرزند شهید دکتر شهریاری، با حضور رئیس جمهور و همونطور که قبلا هم خدمتون عرض کردم رئیس سازمان انرژی اتمی، وزیر امور خارجه و تنی چند از مسئولان این سازمان در حال برگزاری است که به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضور شما میشه. فرزند شهید شهریاری در کنار دکتر احمدی نژاد هستند که جا داره یاد تمامی شهدای انقلاب اسلامی، شهدای 8 سال دفاع مقدس، به ویژه شهدای عرصه علم و فناوری همچون شهید شهریاری، شهید علی محمدی، شهید رضایی نژاد و شهید مصطفی احمدی روشن رو گرامی بداریم. مراحل سوختگذاری راکتور تحقیقاتی تهران به طور زنده و مستقیم و با حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران و فرزند شهید دکتر شهریاری. رونمایی از این پروژه ها بار دیگر نشان خواهد داد که دانشمندان جوان ایران با شعار انرژی هسته‌ای برای همه و سلاح هسته‌ای برای هیچ کس تا مرزهای بی انتهای دانش روز دنیا پیش رفتند و اکنون این تصاویر گذر از این مرزها رو به تمام جهانیان ثابت میکنه. تبریک عرض میکنیم به تمامی دانشمندان کشورمون، به جامعه علمی کشور، به خانواده معزز شهدا، به ویژه 4 شهید عرصه علم و فناوری و به طور زنده مراحل مختلف سوختگذاری راکتور تحقیقاتی تهران که در حال انجام هست رو خدمت شما بینندگان عزیز تقدیم میکنیم. خب یک بار دیگه خدمت شما این نکته رو یادآوری میکنم که بیننده تصاویر از مراحل مختلف سوختگذاری راکتور تحقیقاتی تهران هستید که با حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران در تهران در حال انجام هست و شبکه خبر به طور زنده و مستقیم تقدیم حضور شما میکنه. تاکنون دانشمندان جوان ایرانی دستاوردهای بسیار زیادی رو در عرصه فناوری پزشکی هسته‌ای کسب کردند که از جمله اونها میشه به تولید 6 رادیو دارو برای درمان بیماری های صعب العلاج اشاره کرد. یک بار دیگه خدمتون عرض میکنم از جمله مهمترین این رادیو داروها میشه به ساماریوم 153 و رنیوم 186 اشاره کرد که با استفاده از راکتور و شتاب دهنده ها و از طریق واکنش هسته‌ای تولید میشن. دستاوردهای بسیار ارزشمندیه که جوانان این کشور در شرایط تحریم تونستن اینها رو کسب بکنن.